صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود و سلام و ارادت و تحیت به پیشگاه مقدسه نورانی و ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عرض سلام خدمت شما زائران و مجاوران این حرم نورانی و ملکوتی. خیلی خوش آمدید، امیدوارم که از لحظات نورانی و ملکوتی که در حرم حضور دارید کمال استفاده و بهره رو ببرید. یک سلام ویژه دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمندی که این لحظه نگاه مهربانشون رو به سمت برنامه ما دوختن، همچنین شنوندگان عزیز و ارجمندی که از طریق رادیو صدای ما رو میشنون. بهترین درودها و سلام خودم رو تقدیم میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و مثل همیشه آرزومندم که انشالله خداوند توفیق زیارت با معرفت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو نصیب شما بفرماید. برنامه زمزم معرفت امروز ما اختصاص داره به پاسخگویی به مسائل شرعی، مسائل احکام. همونطور که میدونید لازم هست که همه ما نسبت به مسائل شرعیمون، نسبت به مسائل احکاممون اطلاعات کافی و وافی رو داشته باشیم. توفیق داریم در این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور باشیم و انشالله ایشون پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما خواهند بود. جناب وحیدپور خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. تازه هم از سفر زیارتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام برگشتید، زیارتتون هم قبول باشه انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محضر جناب عالی و همه حضار عزیز، زائران، مجاوران، بینندگان و شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که انشالله به برکت وجود نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خصوصا در این ایامی که در پیش داریم، دهه کرامت، همه عزیزانی که توفیق زیارت این بانوی بزرگوار رو دارن توفیق مضاعفی پیدا بکنن که زائر قبر شریف و مزجع نورانی حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هم باشن انشالله. خب من یک بار دیگه تأکید میکنم انشالله عزیزان اگر سوالات شرعی خودتون رو میخواید پاسخش رو دریافت بکنید در همین برنامه، بهترین راه این است که به پیام کوتاه برنامه ما 10251 سوالات خودتون رو ارسال بکنید تا ما انشالله پاسخگو باشیم. خب خیلی عزیزان زرنگی کردن همین ابتدای برنامه، سوالات خودشون رو برای ما فرستادن. عزیزی نوشتن جناب استاد اهل قم هستن و نذر کردن که هفته یک روز به زیارت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف بشن و نذرشون هم اینجوری ادا کردن که یعنی عنوان کردن که تا آخر عمر این اتفاق بیفته. گفتن حالا بعضی وقتا بعضی هفته ها مشکلی برام ایجاد میشه، حالا یا مریضی یا چیزای دیگه، نمیتونم بیام به حرم و برای زیارت، آیا کفاره‌ای به خاطر این عمل باید بدم یا خیر؟ ببینید اگر نذر صحیح شرعی باشه واجبه بهش عمل بشه. نذر صحیح شرعی هم این است که انسان جمله ای را بر زبان جاری بکنه، فقط نیت در دل نباشه. اگر اون جمله مخصوص را بر زبان جاری کرده، یعنی گفته است که برای خداست، بر عهده من تا آخر عمر هر هفته یک روز به زیارت حضرت معصومه بیام، واجب عمل بکنه. و اگر در هر شرایطی، حالا عرض میکنم، و اگر در بعضی از هفته ها که باید یک روز از هفته رو بیاد کل هفته رو معذور شد. آها. چون ایشون نگفته من روزهای یک شنبه بیام، که یک روز در هفته. درست. بنابراین اگر در هفت روز هفته یک روزش رو توانست بیاد باید به این نظر عمل بکنه. اگر در کل هفت روز معذور شد، حالا معذور شد معناش این است که خدای نکرده مریض شد، تو بستر افتاد نمیتونه بیاد، پادرد گرفته نمیتونه بیاد، یا مسافرت ضروری بوده رفته قم نیست که بیاد، کل هفته رو اگر نبود که در اون هفته یک روزش رو به زیارت مشرف بشود، این تخلفش عمدی نیست، بنابراین گناهی نکرده، کفارم نداره. جایی گناه هست که انسان عمدن بتواند به نذر عمل کنه و مخصوصا به نذرش عمل نکنه، معصیت کفارم داره.
این مال جایی که اون جمله نذر رو گفته باش، نذر رو گفته باش. و اما اگر نیت در دل بوده، قصدش این بوده که بله من هفته یک بار انشالله به زیارت حضرت معصوم بیام، ولی چیزی هم بر زبان جاری نکرده. آقای بزرگواری پیامک فرستادند و این سوال رو مطرح کردن، گفتن که اگر کسی در صف اول نماز جماعت بایستد، وسط نماز یادش بیاد که وضو نداشته و بدون وضو در صف نماز ایستاده، با توجه به اینکه ارتباط این شخص با صفهای دیگر مهم هست، آیا باید از صف جدا بشود یا اینکه نماز رو ادامه بده؟ ادامه بده یا ادامه نده فرقی نمیکنه، چون نماز باطله. وقتی متوجه شد وضو نداره نماز باطله. مثل این است که از اول یه آدمی اومده تو صف جماعت ایستاده بدون وضو، دیگران که خبر ندارن نماز اونها مشکلی نداره و صحیحه. حتی اگر اتصال دیگران با امام جماعت فقط از طریق همین آدم باشه، دیگران که اطلاع ندارن نماز این باطله، که میگن انشالله نماز این آدم صحیحه، دیگران نمازشون صحیحه، خود این آدم نمازش باطله، گرچه به صورت ظاهر هی دلا و راست بشه تا آخر نمازم با امام همراهی بکنه، فایده ای نداره. یعنی اگر نماز رو بشکنه و از صف جماعتم خارج بشه یا نشکنه و در صف جماعت باشه تفاوتی نداره. حالا در این مواقع یعنی بهتر کدوم هست؟ این که به همین شکل نماز رو ادامه بده یا این که نه رها کنه بره؟ بالاخره بدون وضو ایستادن به نماز یک جور در واقع اصلا تفاوتی نمی کنه، انگار که نماز نمی خونه. بهترین راه کدومه؟ قصد نماز نداره، صرفا به صورت نمایشی داره دلا و راست میشه، اشکالی نداره همراهی بکنه، مانعی نداره، حرام نیست. و چه بسا از این جهت که حواس مردم پرت نشه، چه بسا از این جهت که صف رو به هم نزنه، بهتر باشه نسبت به این که تو صف جماعت صف رو بخواد به هم بزنه، وسط نماز پاشه توی جمعیت بره بیرون، چه بسا موندنش رو این جهتی که عرض میکنم بهتر باشه. درست. خب یکی از سوالاتی که معمولا توی برنامه‌های مختلف جناب آقای وحیدپور مطرح میکنن در خصوص تراشیدن ریش هست، گفتن که آیا تراشیدن ریش حرام است یا خیر؟ یعنی بگیم حلال است؟ معلومه که حلال نیست، جایز نیست. یکی از کارهایی که برای مردان جایز نیست این است که محاسن رو یا بتراشن یا کاری شبیه تراشیدن انجام بدن. حالا تراشیدنم ملاک نیست، اگر با ماشین هم صورت رو به نحوی بزنن که شبیه تراشیدن با تیغه، منتها تراشیدن با تیغ دیگه مراتب نداره دیگه، میتراشه تموم میشه میره، مثل ماشینای مثلا ستیغه‌ای که واقعا دیگه صاف میکنه صورت. صاف مون. اما با ماشین مراتب داره، شما یه وقت از با ماشین مثلا فرض بفرمایید نمره 5 میزنی، یه وقتم با ماشین 0 میزنی، همین ماشین برقی که با 0 میزنید دیگه چیزی روی صورت دیده نمیشود، مثل تراشیدنه. ملاک این است که اگر کسی صورت مرد را میبیند احساس کنه که این صورت محاسن دارد، همین اندازه کافیه، لازم نیست که حالا زیاد باشه، همین اندازه که دیگری صورت مرد را میبیند احساس بکنه که این محاسن داره کافیه. اگر نه نگاه کرد چیزی بر این صورت دیده نمیشود، حالا میخواد با تیغ زده باشه یا با ماشین دستی یا با ماشین برقی یا هر چیز دیگر، چنین چیزی برای مردان طبق فتوای همه فقها، یعنی استثناء هم نداره که من الان عرض بکنم آقا یکی از مراجع معظم تقلید فرموده باشد که زدن محاسن از تجایز است، نداریم چنین چیزی، فرموده همه مراجع این است که برای مردان جایز نیست. درست. حالا الان دیگه ریش ها با شکل و شمایل متفاوت هست، بعضیا پروفسوری ریش میذارن، بعضیا یه بخشی این قسمت صورت رو میگذارن، نمیدونم یه جای زیر لب رو میذارن، این نوع ریش گذاشتن چی؟ اینها که یه مقدار در معرض دید و در معرض نگاه مردم جلب توجه میکنه. این دو تا مسئله است که باید از هم جدا بکنیم. یکی این که مرد اگر کاری کند، حالا نسبت به اصلاح سر، نسبت به اصلاح صورت، نسبت به شکل پوشش لباس، که انگشت نشان بشود، این ربطی ندارد به این که اصلا محاسن رو زده یا محاسن گذاشته، یه جوری لباس بپوشه، یه جوری موشو مثلا درست بکنه، هر چی فرق نمیکنه، مو رو یه جوری درست کرده مثل بعضی از جوانها،
یا لباس رو یه جوری پوشیده مثل بعضی از جوانها، یا صورت رو مثلا یه قسمتی اینجا رو گذاشته بقیه رو زده و زیر لبش هم مثلا یه چند تا تارمو گذاشته. این اصلا ربطی نداره به این که حالا این آقا محاسنش رو زده یا محاسن رو گذاشته، این یه موضوع جداگانه است. چیه موضوعش؟ چی باید اسمشو بذاریم؟ این موضوع در احکام شرعی مطرح شده که اگر کسی، حالا یا مردی یا زنی، در انظار دیگران جوری ظاهر شود که انگشت نشان شود، یعنی همه نشونش میدن، میگن نگاش کن ببین صورتش چجوریه، ببین سرش چجوریه، بعضی دیدید دور سر رو کچل میکنن، روی سر رو، وسط سر رو یه قدری مو میگذارن، وقت بعضی ها نشون میدن همدیگه، میگن نگاش کن. یا مثلا یه لباسی پوشیده، تیشرتی پوشیده، شلواری پوشیده، که اینو بهش میگن شهرت، اسباب شهرت. یا یعنی بعضی از خانم ها جناب وعیدپور، مثلا خانم چادری هم هست، لباس مناسبی هم پوشیده، اما سرش رو و موی سرش رو یه جوری درست کرده که به قول قدیمی ها مثل کوهان شطور یه چیزی بلند روی سرش نهاده که قشنگ مشخصه و انگشت نما هست. این هم همون حکم داره. هر چیزی که انسان رو در معرض دید دیگران، دیگرانم که میگیم نمیگیم در معرض دید نامحرم، نه خیر، ممکنه آقایی باشد که فقط در بین مردان است، درست، خانمی باشد در بین زنان است، اینجا بحث نامحرم نیست. هر کاری که شخص مسلمان را در معرض دید دیگران انگشت نما کند، این کار برای مسلمان جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مسلمان را کوچک میکنه، یعنی این باعث میشه که من شخصیتم بیاد پایین، به صورت عادی نمیتونم راه برم بین دیگران، هی نگاه میکنن به من، چپ چپ نگاه میکنن، با انگشت نشان میدن. اگر یک چنین چیزی اتفاق بیفته جایز نیست. این دیگه ربطی نداره به این که این آقا محاسن گذاشته یا محاسن زده، این یه بحثه. بحث دیگر این است که محاسن که ما میگیم لازم است انسان داشته باشد و جایز نیست که محاسن رو ته بزنه، به فتوای مشهور فقها این است که همه ی صورت، مثل همین معمولی که آقایون محاسن میگذارن، به همین صورت محاسن رو بگذاره. به فتوای برخی از مراجع معظم تقلید، بعضی ها اندک عرض میکنم، فرمودن که میتواند محاسن رو به صورت، عرض میشود که پروفسوری من نمیگم، دلیلش هم این است که این پروفسوری که امروزه میگن خیلی کمه، اینجور جایز نیست، یعنی یه مقدار فقط از شونه رو گرفته، نه این درست نیست. اون چیزی که برخی از مراجع معظم تقلید میفرماین این است که گونه ها فقط اگر زده شد مانعی نداره، یعنی سمت راست و سمت چپ، و بقیه صورت باید محاسن داشته باشه. درست. اما سوال دیگه که مطرح کردن جناب استاد وحیدپور، حالا بحث ریش رو الان ما مطرح کردیم و محاسن رو، گفتن که آیا در روایات یا در قرآن اشاره به حرمت این موضوع شده یا خیر؟ ببینید این یه بحث مبناییه، یک بحث تخصصیه، بحثی است که ریشه احکامه. همه ما وقتی تقلید میکنیم در احکام، قطعا معتقدیم که مرجع تقلید احکام را از منابع دست اول میگیرد. هیچ مرجع تقلیدی نمیتواند از پیش خود فتوایی بدهد. من سوالم اینه، مگه میشه که مرجع تقلیدی زدن محاسن را حرام اعلام بکنه ولی هیچ مدرکی از نظر شرعی نداشته باشه؟ خب اگر اینجوری باشه، معناش این است که تو احکام دیگه هم ما باید شک بکنیم. بله نیست. یعنی بگیم خب مراجع تقلید تو بقیه موارد هم فتوا میدن، ممکنه در قرآن و روایات نباشد؟ اصلا جای شک و شبهه نیست، اصلا نمیتواند چنین اتفاقی بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه چندین بار در قرآن به صراحت آمده است که فمن ازلمو ممن افترا علی الله کذبا، ظالمتر ستمگرتر از آدمی که به خدا افترا ببندد شما پیدا نمی کنید. اگه مرجع تقلیدی بدون اینکه تو قرآن، بدون اینکه تو روایات دلیلی داشته باشه، یه فتوایی بخواد تو رسالش بده، از سر باید بره در قعر جهنم. چنین چیزی ممکن نیست. هیچ مرجع تقلیدی به خودش اجازه نمیدهد که بدون دلیل شرعی
فتوا بده. بنابراین همه یقین داشته باشن که اگر فتوایی رو مرجع تقلید میده حتما دلیل دارد.